آقای شادانلو سلام به شما، ویدیوی شما رو ندارم، میخوایم با عکس و صدا بریم یا با ویدیو هم داره میاد. به 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 به، دوستان عزیز براتون گفتم که اسم آقای شادانلو رو اگر در یوتیوب سرچ کنید ویدیوهای ایشون نوشته و کتاب و مقاله و این چیزایی رو که ایشون به اصطلاح پیگیری کرده، دادگاه فرانسه و اینها، همه رو میتونید ببینید و اینها. و من الان با خوش آمدگویی به ایشون و با سلام میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم تا اون عکس و ویدیویی را که خواستن هر وقت خواستن نشون بدن. ولی خود من آقای شادانلو چون اینجا با اون آقای هدایتی، اتفاقا من اولین گوینده تلویزیونی بودم که در برابر اون آقای دکتر پروفسور مسعود انصاری حمایت کردم این آقای هدایتی رو و گفتم که اینا هم حق دارن حرف بزنن اینها. متاسفانه آقای هدایتی هم مثل دیگران همچین که دستش به تلویزیون خودش و تلویزیون نمیدونم سلام چی رسید ما رو فراموش کرد. آقای شادانلو این شما، این هم بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. من به دوستان گفتم که معمولا آقای شادانلو هر وقت با ما بودن 30 دقیقه برنامه داشتن، ولی امروز مهمان من میتونن تا 45 تا 60 دقیقه هم برن. من ساکت میشم، شما بفرمایید. سلام خدمت شما جناب سوری و هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون مردم، مرسی از این که دعوت کردید. آقای شادانلو اونجا اگر چیزی روشنه خاموش کنین، یا فیسبوک یا مردم تیوی اگر روشنه اونو خاموش کنین، تو صدا دوبار میاد. بله بله الان خاموش میکنم. ممنونم از شما. بله دوستان عزیز عذر میخوام از این که این به اصطلاح میکروفون سوت میزنه و اینها، این همون پژواکی هست که صدای خودمون از طریق میکروفون آقای شادانلو دوباره دور میزنه و ایشون الان ردیف کردن اون برنامه رو. دوستان عزیز با آقای جهانگیر شادانلو هستیم از پاریس، بفرمایید. بله شب هموطنان عزیز در اروپا و ایران بخیر و روز امریکا هموطنانی که هستم و این برنامه رو میبینم. مدت ها بود که خدمت شما نرسیده بودم جناب سوری، گرفتاری ها و مشکلات زیادی هست همونطور که شما میدونید و کسانی که مستقل هستن و هم باید مبارزه کنن هم زندگی بشست کنن و کار بکنن میدونید که چه مشکلاتی داره. من امروز به این دلیل حالا آمدم، البته فکر کنم شده چند جلسه در حتی شما باشم. امروز یک در مورد روحانی که امروز یک شخص روحانی آیت الله شیرازی که حالا متخصص شما میگم و شما داری در مورد ایشون صحبت میکنم، چون ایشون چند وقت پیش یک پیامی برای من دادن و یک ویدیویی که صحبت کرده بودن به زبان عربی در قوم در کلاس درسی و در اونجا آقای سید علی خامنه ای رو به فرعون تشبیه کردن و امروز صبح ساعت 9:30 ایشون رو خواستنش در دادگاه، البته یه سری اعلام کردن بازداشتش میکنن، ولی من تا همین عصری که بگیری کردم بازداشتش نکردن، رفتن دادگاه و بازداشت نکردن. حالا آیا به خاطر این وضعیت متزلزلی هست که رژیم داره دیگه نمیخواد بیشتر از این خرابکاری بکنه و مردم بیشتر ناراضی بکنه، نمیدونم. و البته من خودم واقعا نه من فکرم ملت ایران دل خوشی از روحانیت نداره. حالا چه روحانیتی که بر سر کار هست و 40 سال جنایت و خیانت کرده با ورود آقای خمینی به ایران، چه روحانیتی که ساکت هست، چون هیچ فرقی نمی کنه وقتی یک نفر داره جنایت می کنه و خیانت می کنه و کسانی که می بینن و هیچ عکس عملی نشون میدن اونها هم شریک جور هستن و خداوند هم میگه ظالم و مظلوم و پیش من به یک اندازه گناه دارن، چون اگر مظلومی نباشه ظالمی به وجود نمیاد. و ما وقتی قبول میکنیم
این همه ظلم و جور از طرف این روحانیت 40 سال اون هم به اسم دین، به اسم اسلام، به لباس پیغمبر، اینها میگن لباس پیغمبر هست، نماینده اونها این طور خیانت و جنایت بکنن و یک کشوری رو در سال 57 انقلابی در اون به وجود اومد که دنیا خیره شد به این انقلاب و اون هم به خاطر دیکتاتوری رژیم شاه، که من وقتی با دوستان سلطنت طلب من صحبت می‌کنم و بحث می‌کنم، اینها فوری آقای خمینی رو و یا اطرافیانشون رو که از پاریس با حرفشون بودن آمدن و روشنفکران رو مقصر می‌دونن. بنده میگم مسبب اصلی انقلاب 57 شاه و رژیمش بوده. اگر شاه فضای سیاسی ایران رو نمی‌داد، اگر شاه اون اصلاحات ارضی به نظر من خودش سفید میگه ولی سیاه انجام نمی‌داد، اگر رسانه ها رو نمی‌داشت، اگر روزنامه و مجله آزاد بود، اگر نماینده های مجلس رو ایشون انتخاب نمی‌کرد و تمام کارها رو تا به جایی رسید ایشون که حزب هم بست و یک حزب رستاخیز درست کرد و به مردم گفتش که بیاین یا توی این حزب یا اینکه بیاین پاسپورتتون رو بگیرین و از ایران برید بیرون. خب ایشون نتیجهش دیدی که چند وقت بعد کسی که رفت بیرون ملت ایران نبودن، ایشون رفت. ای کاش این پادشاه اون کودتای 28 مرداد به کمک امریکا انجام نمیداد، کاش گوش به حرف دکتر مصدق میداد و میشه سلطنتشو میکرد و اجازه میداد دولت و مجلس و منتخبین مردم بچرخونن، به این وزمان نمیداد. انقلاب 57 لازم نبود و یا اگر زودتر ایشون به فکر این میافتاد که بیاد صدای انقلاب رو بشنوه، بسیار دیر شدید صدای انقلاب رو، و اونطوری التماس به مردم کنه که من قول میدم دیگه این فساد ها، این دوستی های ها نشه و جبران بکنم، که دیگه مردم گوش به این حرفا نمیدن. اون زمان هیچ کس نمیتونه سپاری بکنه، امریکا هایده رو فرستادن ایران که شما برو اونجا کودتا بکن، برو با ارتش با روحانیت صحبت کن یا بیشتر با ارتش که این کودتا بکنن اونجا و این نظری شاه بده دیگه. و اونها گفتن اصلا شما نمیدونید وضعیت ایران چه خبر هست، مگر کودتا میشه اینجا کرد؟ اصلا مردم همه بیرون هم و همه چی از بین رفته. و متاسفانه چون شاه خودش از خودش متاسفانه اختیاری نداشت، دیدیم که تا آخرین روز تو پاپش موند تا بهش بگن که آقا هیچ دیگه فایده نداره بیار بیرون. ای کاش اون موقعی که آخرهای سال هویدا بود، به جای این که حالا آموزگار رو بذاره، یک آدم ملی رو میذاشت. تا آخرین لحظه هم حتی نخواستیم نه به نفع خودش نه به نفع مردم و کشور کار بکنه. شما دیدید وقتی که حتی صدای انقلاب رو شنید و اومد تلویزیون صحبت کرد و گفت من صدای شما رو شنیدم و قول میدم دیگه این فساد نباشه و این کارهایی که گذشته انجام میدادیم نشه، فرداش دولت نظامی اعلام کرد و حکومت نظامی و جنرال اسفاری رو آورده کرد. یعنی اونجا نخواست باز به مردم بگه من گوش میدم به حرفایی که میزدید یا اتفاقاتی که داره در تهران میفته و دارم میبینم و تظاهرات و باز شاید فرجی بشه یک کار دیگه ایزم، یا خودش کنار بره خانومش یا پسرش رو بذاره به عنوان جایگزین. این کارم نکرد. تازه این سه تا نخست وزیر که عوض کرد و نشد، در آخر سر باز نیومد باز یک آدم ملی درست حسابی رو بذاره سر کار، باز آمد بختیاری رو گذاشت که ایشون هم خائن بود، ایشون هم خیانت کرد. و بعدش هم دیدیم که به عراق رفت و جنگ حمله عراق به ایران شریک بود، سهیم بود، 50 میلیون دلار از صدام حسین پول گرفت و متاسفانه به اونجای رسید که یه هیچ کاری نمیشد انجام بدی و رژیم سقوط کرد. خب در فردای سقوط رژیم قولهایی که آقای خمینی در پاریس داده بود متاسفانه حتی یک دونش هم عملی نکردن. من الان بسیار در سالگرد انقلاب هست
بسیار متاسفم از این که یک جایی توهین میکنن به کسانی که انقلاب کردن، توهین میکنن به حالا اشخاص مثل من در این انقلاب بودیم یا به پدرانشون و میگن چرا این کار انجام شد. من برای اینها چند بار که صحبت کردم مثال زدم، گفتم الان این رژیم رو شما ببینید، آیا هیچ راهی جز انقلاب برای مردم میمونه؟ آیا میتونن کاری بکنن؟ دو گروه تو اونجا تشکیل شدن، اصلاح طلب و تمامیت خواه. اصلاح طلب ها بدتر از اونا هستن. شما ببینید چه کار کردن یا چقدر چند دور گول زدن مردمو و چه جنایت هایی کردن و صداشون در نمیاد. به نظر من این اصلاح طلب ها خیانت کارتر از اصولگره ها هستن، امثال آقای خاتمی رفسنجانی که حالا خود شد رفت، آقای موسوی، کروبی، روحانی، برای اینکه اینها برای مردم شناخته شده نیستن، میان حرفاشون رو میزنن به عنوان یک اصلاح طلبی که میخوان کمک به مردم کنن، میخوان بیان دست مردم رو بگیرن، میخوان از این وضعیت مردم رو در بیارن که مردم به اینها رأی میدن. ولی متاسفانه اینا میان وقتی که به قدرت رسیدن میرن زیر عبای آقای سیدعلی خامنه‌ای و اوامرشون انجام میدن. اصولگرایا میگن کی هستیم ما؟ میگن چی هستیم؟ دیدین آقای اون دلغه که احمدی نژاد آمد و چه بلایی سر اقتصاد و کشور آورد و همونی بود، همونی بود که گفته بود، از جنس خود خمینی خود اینها بود، ولی این اصلاح طلبا این بلا رو سر ایران آوردن. خب آقای ما انقلاب نکردیم که وضع بدتر بشه، ما از چاله در نیومدیم که توی چاه بیفتیم. مردم انقلاب اگر کردن به خاطر حرفایی بود که آقای خمینی در پاریس زد، به خاطر اون چهار ماهی که آقای خمینی در پاریس بود و صحبتها و حرفای مردم رو میزد، یعنی هر شعاری مردم میدادن و هر چی که میخواستن اینها رو آقای خمینی از اینجا پخش میکرد و به گوش مردم میرسد. من متاسف هستم برای اون دوستان یا روشنفکرانی که در سال 57 نشناخته آقای خمینی رو میشه گفت بزکش کردن و یک فرشته ای ساختن از یک دیو بسیار وحشتناک شده که دیدیم 40 سال چه بلایی بر سر کشور و مردم و جامعه ایرانی آورده. بسیار من متاسفم از روحانیتی که ساکت نشسته و اینها رو میبینه و میبینه که چه بلایی بر سر دینشون آوردن و در فکر نمی کنم این 1400 سالی که از قدمت اسلام میگذره هیچ زمانی اینقدر به پیغمبر و دین اینها توهین شده باشه و قرآن پاره کرده باشن، قرآن سوزونده باشن و اینها نشستن و دارن میخورن و میبرن و این خیالشان این. گفتم اونهایی هم که ساکت هستن به همین اندازه مجرم هستن و امیدوارم به هوش بیان، امیدوارم فکر بکنن، امیدوارم فکر آینده فرزندانشون و کشور رو بکنن، که البته متاسفانه اینها بیشتر فرزندانشون که در خارج هستن و پولهایی که این سالها بردن شاید مثل همین خانواده پهلوی که 40 سال داره با بودجه یا بیت المال مردم داره در امریکا پادشاهی میکنه، اونها هم احتمالا همین فکر کردن. ولی باز هم امکان این هست که اینها هم همراهی کنن با مردم. ممکنه ما مردم خیلی خوب و مهربونی داریم، مردم بخشنده‌ای داریم، ممکنه مردم اینها رو ببخشن، ممکنه اونایی که دست از جنایت و خیانت ندارن ببخشن بتونن در آینده در ایران زندگی کنن. این رژیم رفتنی هست، رژیم امکان نداره. من واقعا اینطوری که دارم میبینم و دنبال میکنیم فکر نمیکنم تا انتخابات بعدی اینها بمونن. آقای شاهرخ عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، چون من تو برنامه‌ام راجع به نواری که به صورت صدا از آقای بنی صدر هست دیدم جدیدن منتشر شده. شما خبر دارید که ایشون صحبتایی که میکنه که بعد از حکومت آخونده این مال قدیمه دوباره گذاشتن، یا اینکه واقعا به تازگی هم صحبتایی در این مورد انجام بدن ایشون؟ نخیرشون صحبت کردن جدیدن و صحبت هم میکنن مرتب، هم چه از طریق حالا تلویزیون خیلی کم مصاحبه میکنن ولی با رادیو یا در
فیسبوک و اینا مطالبشون پخش میشه. نه ایشون دارن الان میگن که مردم چیکار بکنم. ایشون هیچ فکری برای خودشون یا اطرافیان خودشون ندارن در آینده ایران، چون که من اطلاع دارم و خودشون از بارها گفتن چه فقط میخوان ایران آزاد بشه و هر کاری دارن میکنن برای این هم که زودتر از شب این رژیم فاسد روحانیت کشور راحت بشه و یک جمهوری آزاد ایرانی مثل بقیه جاها. بهترین جایی که میشه صحبتهای ایشون یا نوشتهای ایشون رو دست اول و به روز گیر آورد کجاست؟ فیسبوک ایشونه؟ اون نشریه انقلاب اسلامی کجاست؟ هم توی سایت انقلاب اسلامی هست، هم الان روی اینستاگرام ایشون و توییتر هر دقیقه که ایشون سخنی بده یا مطلبی بنویسه اونجا سریع پخش. اگه لطف کنید بعداً لینک های اونها رو زیر همین فیسبوک قرار بدید من ممنون میشم. ضمناً یه دوستی به نام دیوید خسرو گفته که درود بر شما جناب شادانلو، اشکال اصلاحات ارضی چه بود؟ چرا اشتباه بود؟ البته ارضی رو ایشون مثل پول و ارز و اینا نوشتن. چه ربطی بین آن و انقلاب اسلامی هست؟ چون شما صحبت کردید که شاه اون اشتباه ها رو کرد و بعد به اینجا رسید، ایشون سوال کرده که چرا فکر میکنید که انقلاب سفید اشتباه بود و اصلاحات ارضی اشتباه؟ یک دونش من میگم اینجا چون وسط صحبتم هست. بله. همین زمین، گرفتن زمین از ارباب ها و پخش کردن در بین روستاییان، کشاورزی رو از بین بردنشون با این کارشون. کشاورزی که داشت خودش کار میکرد برای اربابش و ارباب بالاخره کشاورزی رو رونق میداد و جنس رو به بازار میداد، اینو وقتی گرفتن از اینا و پخش کردن به بین یه عده‌ای که نه مدیریت داشتن، مثل همین روحانیتی که الان 40 سال آمده و کشور رو به اینجا رسونده، به همین دلیل اون زمانم وضعیت کشاورزی و زمین رو به اونجا رسوندن، جوری شد که ما از همه جا میوه و گندم و همه چی وارد میکردیم. این یکی از بزرگترین اشتباهای اعلیحضرت بود در اون انقلاب سفید. بفهم. آقا ما اینجا خیلی صحبت داریم از شما بپرسیم، قراره که راجع به آقای پژمان عارف سوال کنیم، چون ایشون دیدم یه عکسی گذاشته که کسانی که از شما شکایت دارن چنین کنند و چنان کنند. معمولا در آمریکا مثلا یه وکیل میاد میگه اونایی که مثلا تویوتا خریدن و کمربندشون کار نمیکنه بیان به دفتر ما مراجعه کنن تا ما اینجا بهش میگن کلاس اکشن لاسوت تا بریم چیز کنیم. ولی هر کسی، ببخشید، هر ننه قمری، مخصوصا آقای پژمان عارف با اون سابقه درخشان، من نمیدونم اینا چجوری میشینن تو خونه و مینویسن که هر کسی از آقای شادانلو، حالا من اون نامه رو نشون میدم در حینی که شما صحبت میکنید، ولی ماجرای این پژمان عارف چیه و به کجا رسید و امروز کجا هست؟ این که پنهان بود و بعدم معلوم شد که رفته بود لبنان و شما اتفاقا عنوان کردید و گفتید که اگر کسی با ایران و حکومت ایران دشمن باشه چگونه میتونه سرکلش از توی لبنانی که حکومتش دست ایرانه به اصطلاح پیدا بشه و ایشون یه دفعه گم شد و دیگه هیچ پاسخی نداشت. من ساکت میشم یه مقدار درباره پژمان عارف صحبت کنید، اون عکس رو من نشون میدم. اگر جناب اجازه بدید من این مسئله آقای شیرازی رو تمومش کنم بعد بریم سراغ پیمان عارف. باشه باشه، هر جور که میخوان. پس من در حین صحبتهای شما این عکس آقای شیرازی رو نشون میدم، هر وقت خواستین ویدیوشون رو بگید یا اینکه ویدیو رو میتونم بعداً با آخر صحبتامون اضافه کنم، هر جور که شما میگید. بفرمایید. خواهش میکنم. ویدیو چون ایشون به زبان عربی صحبت کرده، بله، ویدیو رو میتونید بذارید ولی صداشو کم کنید. من ترجمهشو دارم. بله. و ترجمهشو بگم که ایشون چی گفته و به چه به این دلیل گفته های ایشون بوده که ایشون رو تهدیدش کردن و امروز هم بردنش دادگاه. بسیار عالی. من شروع میتونید شما الان شروع کنید بذارید ویدیوی ایشون رو یک کمی بشنون بعد صداشو کم کنیم که من صدای من برسید. بله، یک لحظه اجازه بدید تا من این ویدیو رو بیارم اینجا. این ویدیو رو اگه بعداً یا روی فیسبوک خودتون یا همینجا شیر کنیم به نظر من بهتر میشه. دوستان عزیز، این ویدیو رو الان من با کامرای 3 به شما نشون میدم. اجازه بدید دوستان یک لحظه سلکت. بله،
سه. همینجوری که ایشون گفتن به زبان عربی هست و من صداشو کم میکنم آقای شادانلو توضیح بده. السيد حسين الشرازي كان قد ألقاها خلال جلسته الأسبوعية الأخيرة. وكان السيد حسين السيد صادق الشرازي قد قام بش. السيد حسين الشرازي أصلاً فرزان رسول الله الشرازي و در قوم. ایشون در اون مجلسی که صحبت کردن تلویزیون کویتی اینو فیلمشو گرفته و چند وقت پیش پخش کردن. و خود تلویزیون توضیح داره میده که در شبکه‌های مجازی سخنرانی سید حسین شیرازی در جلسه هفتگی اخیرش منتشر شده است. سید حسین شیرازی فرزند مرجع مذهبی سید صادق شیرازی است که حمله شدیدی به رژیم خامنه‌ای کرده است. این سخنرانی در جلسه دست او توسط کانال تلویزیون رسمی مرجعیت شیرازی پخش شده است. وی ضمن اشاره به تاریک اندیشی کشورهای منحرف رژیم ولایت فقیه را به رژیم فرعون ملعون تشبیه کرده. وی در این جلسه در هفتگی خودش به گوشه ای از عملکردهای سرکوبگرانه و شیوه های تبلیغی که رژیم قارتگر خامنه‌ای معمولا به آن متوسل می شود پرداخته و گفت که این شیوه های تبلیغی از یک سو جنگ با مراجع و علما و مخالفین و از یک سو موج حملات علیه عقاید برحق اسلامی و خراب کردن آن می باشد. سید حسین شیرازی دنباله مرجعیت مجاهد شیرازی به شمار می رود که خمینی‌گری و دیکتاتوری او را در کتابی به نام یک و نیم قرن پیگر افشا کرده است. مرجعیتی که هم در زمان خمینی و هم در زمان خامنه‌ای بسا تلخی‌ها و درد و رنج‌ها توسط رژیم ایران بر آن وارد شد. شیعیان مخالف رژیم ایران سخنرانی سید حسین شیرازی را سیلی جدیدی بر صورت خامنه‌ای و اعوان و انصارش و همه نمایندگان و تابلوسان رژیم ایران می‌دانند. رژیمی که بسا علما و مراجع و مؤمنین را به قتل رسانده یا آواره کرده است. از جمله بسیاری از هواداران مرحومان سید محمد شیرازی و سید محمد رضا شیرازی به دست این رژیم به شهادت رسیدند. حالا خود سخنان آقای شیرازی که چی میگه میشه؟ میگه آنها با کمال وقاحت و پرده‌دری امت اسلام را میفروشند. منظورش رژیم و آقای خامنه‌ایه. یک حاکم در رأس این رژیم تصمیم میگیرد. امروز میلیون ها نفر از مردم در ایران به حرکت در آمده اند که بر اساس تصمیم این حاکم کشته و کشتار راه می اندازند. بعد هم برای آن کادر مذهبی درست می کنند و آن را دفاع مقدس نام می دهند. کدام مقدسی و بر چه اساسی؟ اصلا دفاع نیست و الا دفاع خودش در اصل مقدس است. دیگر صفت مقدس نمی خواهد. ملت 50 سال به عقب برگشته، نابود شده در اقتصاد و همه چیز، میلیون ها نفر معلول، بعد هم میگویند دفاع مقدس. اصلا این اصطلاح غلط است، از کجا آوردی؟ سوال این است یا اصلا جای سوالی که یعنی چه اینکه جنگ مقدس است؟ جنگی که کشور را نابود کرده چگونه میشود مقدس؟ با چشمم دیدم و با گوشم شنیدم تظاهرات بزرگی بود که به دستور مرجع عالی شیعه گفتند این محمد رضا شبیه همان محمد رضا شاه است، فقط ریش دارد پس باید اعدام شود. چرا؟ گفتند اینها آشوبگر هستند. با چشم خود دیدم که چه کردند. در حق همه مراجع با امروز ستم روا داشتند. بزرگترین مراجع شیعه را خارجی لقب دادند و گفتند نوکران انگلیس هستند. و ما را هم انگلیسی گفتم. ماشین تبلیغات اینها ببینید چه کار می کند. سرکوب تبلیغی می کنند. اول شخص را خارجی اعلام می کند تا بتوانند او را به قتل برسانند. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی در محراب نماز کشته شد، مردم با تعجب می پرسیدند چطور علی در محراب به قتل رسید؟ مگر علی نماز می خواند؟ ببینید ماشین تبلیغات چه می کند؟ دقیقاً و 100% عین تبلیغات ولایت فقیه.
میگویند ولایت فقیه البته چیز ساختگی نیست، این مفهوم و این از در میان فقها بوده و هست، ولی اینها میگویند ولایت فقیه همان ولایت خداوند است، یعنی ولایت ما ولایت الله است، هیچی دیگه، تمام است. ببندید، اینها مفهوم را تحریم میکنند و طور دیگری بیان میکنند، یعنی یک مفهوم ایدئولوژیکی درست میکنند و مفهوم واقعی را تغییر میدهند. این خیلی مهم است. بعد هم نمیگوین این عقیده ماست و روش ماست، میگوین عقیده و روش شیعه است، یعنی روش ایدئال برای شما شیعیان است. فرعون هم میگفت من پروردگار بزرگ شما هستم، بعد هم گفت که موسی و هارون شیوه و راه ایدئال شما مردم را تخریب میکنند، میگوین راه ما بهترین راه است. ببینید چقدر خودشیفته و خودگین هستم و تا به کجا گذافه میگویند. میگویند بله من خدای بزرگ شما هستم، این راه و روش مصلحت شما میباشد. نمیگوید راه و روش من است، میگوید این راه و روش و مصلحت شماست. میگویند فلانی ضد ولایت فقیه است. باشد، شیخ انصاری هم خودش ضد ولایت فقیه بود، بسیاری علما و فقها و مراجع هم ضد ولایت فقیه بودند. این را که مردم نمی دانند، آنها می خواهند که مردم 100% پیروی آنها باشند. می گویند ولایت من ولایت الله است. خب این همان حرف فرعون است که می گفت من خدای بزرگ شما هستم. به خدا قسم ولایت فقیه عین همان حرف فرعون است که خودش را خدا می داند، عین همان حرف است کاملا. این کشور را اکنون دقیقا بر پایه این مفهوم قرار دادن، یعنی خدا دانستن فرعون. همه باید ولی فقیه را مطلق بدانند، کوچک و بزرگ، اصلا کسی نمیتواند منکرش شود یا به آن توهین کند، حتی به صورت سوال، اصلا انکار که شیخ انصاری را آن را گفته است. بله اینطوری است. این صحبت‌های ترجمه صحبت‌های ایشون بود. من امیدوارم که روحانیت خاموشی که در حوزه ها هستم و کسانی که 40 سال ساکت بودم، اگر نمیخوان در فردای آزادی ایران اونها هم به جرم همکاری با این رژیم در دادگاه های مردمی محاکمه بشن، به نظر من باید به پا خیزم و با این جنبش مردم در این سالگرد انقلاب همکاری کنن، همراهی کنن و بگن که فرعون زمان و سید علی خامنه‌ای رو قبول ندارن، همونطوری که نوار ایشون در اومد چند وقت پیش، که البته ما این از قبل میدونستیم که آقای رفسنجانی ایشون رو به قدرت رسون به دلیل اینکه ایشون ضعیف بود و زیر دست آقای رفسنجانی بود، آقای خامنه‌ای اون حالا فوت هم کرده، آدم نمیدونه چی بگه واقعا به اون آقای رفسنجانی که خیانت، بسیار خیانت کرده و یکی از بزرگترین خیاناتش هم همین رسوندن این آقا به ولایت فقیه بود که فکر میکرد بعد از مدتی میتونه اونو بذاره کنار و خودش رهبر بشه، که وقتی ایشون به قدرت رسید دیگه توی دهن اونم زد و اون بلا هم سرش رو آخر سرم کشتش شده. و امیدوارم که هماهنگی کنند با مردم روحانیت و انشاءالله شروع سقوط این رژیم باشه، سرآغاز 40 سال انقلاب و در سال آینده انشاءالله 40 سالش و پیروزی مردم و پیروزی انقلاب و مردم در ایران جشن بگیرند. و برای 22 بهمن همینطور که من شنیدم شما گفتید یک سری هر کسی صحبت هایی کرده، ولی به نظر من بهترین موقعیت است برای آمدن بیرون، نه البته از صبح، برای اینکه اینها از صبح میان بیرون، نیروهاشون هم میان، ولی نیروها طرف عصر خسته میشن همه و کلافه و سردرگم هستن، مردم همون عصر میان بیرون و طرف شب و در محله های مختلف همین کاری که ماهدیه کردن. من درست یاد سال 56 میفتم، سالی که همین اتفاقات شروع شد و همین تظاهرات کوچک و بزرگ در کوچه و کنار شهر و همین اینها شد، اون سیل بزرگ رو عظیمی شد که حکومت 2500 ساله دیکتاتوری رو در ایران از بین برد.